سلام دوستان، با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژکت در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل با استانداردهای مدیریت پروژه آشنا شدیم و در این جلسه می‌خوایم وارد مدیریت خود پروژه بشیم و یه پروژه رو با هم تعریف کنیم و سعی کنیم بر اساس اون تا انتهای دوره به عنوان مثالی از دانش مدیریت پروژه که می‌خوایم اون رو مدیریت کنیم اون رو پی ببریم. تو این جلسه ابتدا میخواییم ذینفعمون رو بشناسیم و نحوه مدیریت کردن ذینفعان رو با هم مرور کنیم. خب اول از همه مدیریت ذینفعان یعنی چی؟ تعریف ذینفعان و چی هستش؟ ذینفعان افرادی هستند که البته حقیقی یا حقوقی میتونن باشن که در اجرای پروژه سود یا ضرر میکنن یا اینکه تاثیر دارن بر اون. شاید هیچ سود یا ضرری نکنن ولی تاثیرگذار باشن بر اون. بنابراین خب دکتر سبزه‌پرور تو کتابش گفته بود که شاید به جای لغت ذینفعان اثرپذیران یا ذی اثران بهتر استفاده بکنیم چون کلی تره، ولی خب الان مرسوم هستش که از لغت ذینفعان استفاده بشه. یه نکته بسیار مهم اینه که ما پروژه ها رو اصولا وقتی شروع میکنیم که نیازها و انتظارات اونا رو خوب دریافت نکردیم، ذینفعان رو خوب نشناختیم، ندونستیم که نیازها و انتظارات اونها چی هستش و شروع کردیم به اینکه پروژه رو اجرا کنیم، برنامه‌ریزی کنیم یا اجرا کنیم و از مدیریت ذینفعان غافل شدیم. نمونه از اون رو من تو سفر کرمانشاه مثلا دیدم. رفته بودم اونجا و دیدم که یه مونوریلی داشتن درست میکردن، حالا از یک جایی تا طاق‌پستان. تا طاق‌پستان می‌خواستن مونوریل بکنن. این وسطش یه میدونی بود که یه درخت خیلی قدیمی زیبایی تو اون قرار داشتش و درختی بودش که محیط زیست رو اون دست گذاشت و دوستان ستونها رو زده بودن. البته خیلی از درختان رو هم قطع کرده بودن این وسط که ستونها رو بزنن، ولی وقتی که رسیدن به این میدونه محیط زیست اومد جلوشون رو گرفت و گفتش که نمیتونین این درخت رو خراب کنین و یه جوری پروژه متوقف شده بود با اون همه ستونی که زده بودن و با اون همه هزینه‌ای که کرده بودن. و خب حالا در جریان نیستم که این پروژه به کجا رسید و میخوان ادامه بدن، تونستن ادامه بدن یا نه، اما خب نشون میده که وقتی داشتن این پروژه رو شروع میکردن یه ذینفع به نام محیط زیست رو در نظر نگرفته بودن و نیازها و انتظارات اونها رو پایش نکرده بودن. به خاطر همین اینجا اهمیتش مشخص میشه. حالا این یه مثال بود. مثال دیگه‌ای که فکر کنم خیلی ها توی ایران شنیده باشن مترو هستش، مترو اصفهان و مترو اهواز. مترو اصفهان به علت اینکه خب اصفهان یه شهر تاریخی هست و از زمین که میگذره به خیلی از آثار باستانی لطمه وارد میکنه و خب وقتی مترو پروژه درست کردن تونلش اجرا میشد حتما نیازها رو خوب شناسایی نکرده بودن که وقتی اومدن به یک منطقه رسیدن، حالا دقیقا نمیدونم کدوم منطقه بودش، به آثار باستانی اصفهان ضرر میخوردش و خب جلوی اون گرفته شد و مترو اصفهان خیلی وقته که پیشرفتی نداشته. و همینطور اهواز نمیدونستن که شاید یه شهر تاریخی در زیر زمین پیدا بشه که باعث بشه پروژه رو متوقف کنم. و خب اینجا شاید یه مقدار در مورد اصفهان ما میتونستیم اینو پیش بینی کنیم، اما در مورد اهواز قابل پیش بینی نبود و این مورد جزو ریسک های پروژه در نظر گرفته نشد و به هر حال ایران شهر تاریخی هستش و حتی تو تهران هم وقتی میخواستن مترو رو بسازن، نمیدونم که به این اتفاق برخوردن یا نخورده بودن، اما وقتی میخواستن بسازن باید یه چنین چیزی رو که آثار باستانی لطمه نخوره رو در نظر بگیرن و در نظر میگرفتن. و خب تو اهواز این ریسک رو به عنوان ریسک باید در نظر میگرفتن اصولا که در نظر نگرفتن و مترو اهواز هم متوقف شده. پس این موارد، این سه تا پروژه‌ای که گفته شد، نشون دهنده اهمیت بسیار زیاد مدیریت ذینفعان هستش. خب گام های این مرحله به چه شکل است؟ ابتدا باید ذینفعان رو شناسایی کنیم. خب ما شاید گفتار این مراحل یه مقدار ساده باشه، اما تو عمل به دلیل چالشی بودن مدیریت ذینفعان یه مقدار سختی ها و نکات خودشو داره که ما تو مثالمون حتما اونو خواهیم دید و
این مثال یه پروژه کوچیکی هستش که خیلی ها شاید با اون پروژه درگیر باشن و شروع کرده باشن و اون پروژه رو انجام داده باشن، اما زاویه دید رو شاید یه مقدار با مدیریت پروژه بهتر هست عوض کنیم. و خب اولین قسمت هست که ما میخوایم مدیریت ذی‌نفعان رو انجام بدیم و خودمون میبینیم با اینکه خیلی ها این پروژه رو انجام دادن، مدیریت ذی‌نفعان چجوری میتونه چالش برانگیز باشه. خب خود قسمت شناسایی ذی‌نفعان، ما باید رویه‌ای رو در بیاریم که بتونیم تمامی ذی‌نفعان تا جای ممکن شناسایی بشن. خب و این شناسایی کردن ذی‌نفعان شاید افراد مهم یک مقدار ساده باشه، اما اونهایی که میتونن تاثیرگذار باشن و قدرت تاثیرگذاری رو داشته باشن از چشم پوشیده بمونه. و خب لازم هستش که یک رویه تحلیلی مثل سن طوفان مغزها، نشستن و گفتگو کردن به صورت گروهی و خب موارد دیگه، نمودارهای تحلیلی از اون استفاده بشه که ما بتونیم ذی‌نفعان رو تا جای ممکن شناسایی کنیم. بعد که اونا رو شناسایی کردیم، باید اونا رو اولویت بندی کنیم که بر اساس یک سری معیار میتونیم معیار واسش تعریف کنیم، پرسش نامه انتشار بکنیم و ذی‌نفعان رو امتیاز دهی بکنیم و بعد از طریق اینها یک جنبندی بکنیم و اونها رو اولویت بندی کنیم که ببینیم ذی‌نفعان مهم ما چه افرادی هستن، که خب یه رویه عمومی واسه اون در نظر گرفته شده تو استانداردهای مدیریت پروژه که اونو با هم مرور خواهیم کردش. اما قسمت امتیازدهیش خب یه کار استاندارد شاید نباشه و بستگی به سازمان، نوع پروژه و افرادی که دارن این اولویت بندی و شناسایی رو انجام میدن به اونا بستگی داشته باشه. بعد از اینکه ذی‌نفعان مهم، حالا انواع ذی‌نفعان شناسایی شدن، نیازها و انتظارات هر یک از اونها هم باید شناسایی بشه. هر کدوم از افرادی که تو پروژه دخیل هستن چه نیازهایی دارن، چه انتظاراتی دارن، چه جور محصولی رو میخوان، چه ویژگی‌هایی تو اون محصول وجود داشته باشه. حتی سعی خیلی از افراد توی شرکت‌ها باید بر این باشه که فراتر از نیازها و انتظارات اونها برآورده کنن محصول رو تا جلب رضایت مازادی رو حاصل بکنن و از اون به عنوان مزیت رقابتی خودشون استفاده کنن و پروژه بهتر و بزرگتری رو بگیرن. پس این نیازها هم خیلی مهمه که ما باید این نیازها رو توی محدوده پروژه لحاظ کنیم و ببینیم که آیا نیازها برآورده میشه تو محدوده پروژه، حالا کم و کاستیش رو بتونیم مدیریت بکنیم. نیازها ممکنه با همدیگه تداخل داشته باشن برای هر یک از ذی‌نفعان، نحوه کنترل کردن اون، نحوه مدیریت کردن اونها خیلی مهمه. که اولین قسمت حالا تحلیل و اولویت بندی میکنیم نیازها رو، نیازهای مهم باید داده بشن، برآورده بشن، انتظارات و نیازهای مهم، و بعد اونایی که با هم تداخل دارن شناسایی بشه، با ذی‌نفعی که اون نیاز رو داره صحبت بشه که بگیم آقا این نمیتونیم به این دلیل به شما ارائه بدیم. شاید همون اول بگه اگه نمیشه خب ما نمیخوایم و پروژه همونجا متوقف بشه. و خب اگر اینجا متوقف بشه خیلی بهتر از این هستش که ما سرمایه گذاری کرده باشیم، نیروی انسانی گذاشته باشیم، ستونها رو زده باشیم و وسط کار بیایم بگیم او نمیتونیم، حالا حداقل اینجا بتونیم پروژه رو متوقف کنیم. خب بعد اینکه نیازها و انتظارات شناسایی شد، وقتی که داریم محدوده پروژه رو تعریف میکنیم، حالا به طور مثال وقتی که داریم WBS رو میکشیم، حالا با WBS خیلی بیشتر آشنا خواهیم شدش، وقتی داریم WBS رو میکشیم باید ببینیم که نیازها و انتظارات آیا تو اون لحاظ شده یا نشده. بعد که این کار رو انجام شد باید کنترل کنیم ذی‌نفعانمون. ذی‌نفع ممکنه کم و زیاد بشه، مثل پروژه‌ای که توی اهواز پروژه مترو گفته شد، اونجا دیدیم که آثار باستانی پیدا شدش و خب انجمن‌های طرفدار آثار باستانی جلوی اجرای پروژه رو گرفتن توی اهواز پروژه مترو، پروژه بسیار هزینه بردار متوقف شدش. پس این کنترل ذی‌نفعان هم اهمیت بسزایی داره. خب وقتی که میخواییم ذی‌نفعانمون رو شناسایی کنیم، چند تا سوال هست که میتونه ما رو کمک کنه و از این سوالهای بنیادین استفاده کنیم و حالا نمودارهای تحلیلی خودمون یا استارت طوفان مغزهامون رو که به صورت گروهی میخواییم انجام بدیم و بر اساس این
سوالات شروع کنیم و ادامه بدیم. اینا سوال های شروع کننده هست. چه کسانی کار را انجام خواهند داد؟ خب یکی از مهمترین ذینفعان، کسی که داره کار رو انجام میده. مدیر پروژه چه کسی است؟ یکی از مهمترین ذینفعان، کسی که داره پروژه رو مدیریت میکنه، نیازها و انتظاراتش چیه. یهو وسط کار خیلی ها رو دیدیم که مدیر پروژهشون عوض شده به علت اینکه ناراضی بودن و وسط کار مجبور شدن یه شخصی رو که دانش کافی شاید نداشته باشه، یا حالا دانش کافی داره اما با اون پروژه خوی نگرفته و اخت نشده رو بذاره و تجربه کافی تو اون پروژه نداره. کسی که از ابتدای پروژه مدیر پروژه بوده با کسی که وسط پروژه اومده و میخواد مدیریت رو انجام بده خیلی تفاوت داره. بعد میام میگیم که سرمایه پروژه چجوری تامین میشه. سرمایه گذاران مشتری ما نیستن البته، ولی پول دارن، پول اون پروژه رو میدن. البته شاید مشتری هم باشن، یا ممکنه مثلا مشتری کسانی باشن که اونو دارن مصرف میکنن. اونو به طور مثال شهرداری داره سرمایه ساخت یک پل رو میده، خب به نوعی این هم مشتری ما هست و مردم دارن از اون پول استفاده میکنن و به نوعی این هم مشتری ما هستش. جفت نیازها بسیار اهمیت دارن. ما پولی رو لازم نداریم که شهرداری خیلی تحسین بکنه اما افرادی که دارن از اون استفاده میکنن راضی نباشن. خب چه کسانی هم از پروژه تأثیر میپذیرن؟ این هم همون غیره‌ای هستش که باید جواب داده بشه و توی تحلیل ها به اون پرداخته بشه. میتونیم پس شناسه ذینفعان با این چند تا سوال ساده شروع بکنیم و عمق بدیم و پیشرفت کنیم تا اونجایی که امکان داره ذینفعان رو شناسه بکنیم. بعد میاییم اولویت بندی میکنیم ذینفعان. وقتی که ذینفعان شناسایی شده میتونیم اونها رو بر اساس دو تا معیار، لزوما دو تا نباید باشه، میتونیم تعداد معیارامون رو بیشتر کنیم، ولی خب چیزی که الان استاندارد هستش این هست که میتونیم بر اساس مقدار قدرت و نفوذی که یک ذینفع داره، مثلا مدیر پروژه یا کسی که سرمایه گذار هست قدرت و نفوذ بسیار زیادی داره و میزان علاقه به پروژه. شاید من نفوذ زیادی نداشتم، مثل کاربران ما توی یک پل که مردم هستن شاید نفوذی نداشته باشن، خیلی نفوذشون کم باشه، مگر تعصبی بکنن، تظاهراتی بکنن، حالا کاری بکنن که بگن آقا حرف ما رو هم بشنوین. اما علاقه خاصی به این که پروژه تو چه وضعیتی هست، زمانش کجا هستش، حتی مثلا مشاهده کردیم وقتی دارن پلی رو میسازن تابلوی رو میزنن که میگن این تعداد روز به پایان پروژه نزدیک هستش، در ملأ عموم میذارن تا مردم اونو مشاهده کنن و مردم هم با علاقه نگاه میکنن که ببینن چند روز دیگه تموم میشه. خب پس میزان علاقه به پروژه هم دارای اهمیت هستش. بر اساس این دوتا معیار خب دو تا عدد به دست میاد که میتونیم مختصات اون ذینفع رو شناسایی کنیم که یک سری تو اینجا قرار میگیرن، قدرت بالا و علاقه بالایی به اینکه پروژه در چه وضعیتی هست رو دارن و اونا رو ما باید به دقت مدیریت کنیم، نیازهاشون رو برآورده کنیم، ببینیم چه نیازها و انتظاراتی دارن، اونا رو مطمئن شیم که تو محدوده پروژه قرار دارن. افرادی هستن که قدرت زیادی دارن ولی خب زیاد شاید اهمیت ندن که حالا پروژه در کجا هست و چه وضعیتی هستش، اونا بر راضی باشن. حالا ما تو مثالمون سعی کردیم این حداقل سه تا از محدوده ها رو پوشش بدیم با اینکه مثال کوچیک بودش. و خب اینجا هم میبینیم بعضی ها هستن تو پروژه ما تأثیر قدرت زیادی دارن اما خب حالا کاری ندارن پروژه داره چجوری جلو میره، اما میتونن جلوی پروژه رو بگیرن با توجه به امکاناتی که دارن در اختیار ما میذارن. خب بعضیا هستن که قدرت کم و علاقه کمی دارن، اونا رو فقط باید مدیریت کنیم، کنترل کنیم که یهو شاید قدرتشون زیاد بشه، به اینجا انتقال پیدا بکنن، علاقهشون به پروژه زیاد بشه، یا اینکه قدرتشون زیاد بشه، جفتشون زیاد بشه و انتقال پیدا کنن به نواحی دیگه. پس اینا رو باید کنترل کنیم و مواظبشون باشیم. مثلا محیط زیست توی کرمانشاه شاید اینجا بودش از دیدگاه اول که خب بعید میدونم چون درختان خیلی زیبا و قشنگی داشتش نباید اینجا از همون ابتدا قرار میدادنش، اما وقتی که به میدون رسید و دیدن که محیط زیست هم قدرتشو داره هم علاقه پیگیری به پروژه که ببینه کجا هستش رو داره و به اینجا انتقال پیدا کردش و باید مدیریت بشه. خب بعضی هم هستن که قدرت کمی دارن، گفتیم مثل افرادی که دارن از پل استفاده میکنن ولی علاقه زیادی دارن که
چگونه داره جلو میره که اونا رو باید آگاه کنه، مثل همون تابلویی که زمان رو داره به اطلاع مردم میرسونه برای پیشرفت یک پروژه، به طور مثال پل سازی. خب بعد که ذینفعان اولویت بندی شدن، حالا باید نیازهای اونها رو شناسایی، انتظارات و نیازهاشون رو شناسایی کنیم، ببینیم که خواسته های ذینفعان ما چه هستن. میتونیم این کار رو با برگزاری جلسات متعدد میکنیم. خب این پروسه خیلی اهمیت داره. شاید مثلا من بیام اینجا بگم که شناسایی نیازها و انتظارات، آقا این کار رو انجام بدیم، باشه چشم انجام میدیم، اما باید بدونیم که این کار چالشیه. شاید یه الگوریتم خاصی واسش نیست و این الگوریتم خاص وجود نداشتن باعث چالش برانگیز بودن همین قسمت میشه. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم این که بریم مستقیم با ذینفع صحبت کنیم، جلسات مختلف بذاریم، بگیم آقا شما چی میخواین؟ بگو درد دلت رو، بگو هر چی دوست داری بگو، من چند صفحه مینویسم و همینطور بنویسیم. شاید اصلا اون نیاز یا انتظار نباشه، یه چیز بی ربطی بگه، ولی شما بنویسین. حتی صداشون هم ضبط بکنین چون خیلی اهمیت داره. بعد که جلسات رو حالا برگزار کردین، دفعه اول به خصوص میایین اونو پایش میکنین، موارد تکراریش رو حذف میکنین، اونایی که غیر منطقی هستش رو حذف میکنین، به یک سری نیازها و انتظارات قابل درک میرسین که میگین آها این نیازه، خب این انتظار منه. حالا در این مرحله بعدی این که قابل درک هست رو باید بهبود بدین. شاید از بین اینا این یکی خیلی از همه چالشی تر باشه، به خاطر اینکه میگه باید به جملات کوتاه، حالا اقلام قابل تحویل و اقدامات قابل انجام، اونها رو بشه اندازه گیری کرد، شاخص واسهشون قرار داد. این خودش یکی از چالشی برانگیزترین کارها هستش که تو خیلی از جاها مشکله، ولی خب باید سعی بشه انجام بشه. هر چقدر قابل اندازه گیری تر باشه و هر چقدر این سه تا معیار رو پوشش بده، امکان برآورده ساختن اون نیاز بیشتر هستش. و به طور مثال ما تو جلسه ای رو برگزار کردیم با محیط زیست، محیط زیست گفته آقا باید درختان ضربه ای نبینند و سالم باشند رو و خب هیچ خدشه‌ای به اونها وارد نشه. خب اینو میایم کوتاه میکنیم، میگیم ضربه نزدن به درختان و نباید به درخت ها ضربه بزنیم. حالا اینکه دیگه مثلا خدشه وارد نشه اینا شاید زیاد قابل انجام نباشه، قابل درک نباشه، اما میگیم به درختان ضربه وارد نشه. حالا باید قابل اندازه گیریش بکنیم. مثلا در مورد درختان میگیم آقا 100 تا درخت این وسط وجود داره، خب که این 100 تا درخت این ویژگی ها رو مثلا دارن، حالا متراژش رو زیاد مهم نیستش، مثلا این خرابی ها رو دارن که بعدا نگن آقا اینا خراب شده و بگیم بیشتر از این دیگه نباید خراب بشه، یعنی خرابی های عمده توش ایجاد نشه و حالا کارهایی رو بکنیم که به این درختان ضربه نخوره. پس من عدد آوردم وسط و خب توی یه جمله کوتاه گفتم تعداد 100 درخت وجود دارد که 10 تای آن ناسالم هستن، اینها گزارش شدن و 90 تای اون نباید ضربه ای به آنها وارد بشه. حتی میتونیم عکس بگیریم قبلش، بگیم آقا اینا رو نها کن، اینا اینطوری بودن و بعد از پروژه ها اگه جایی خواستن به ما گیر بدن بگیم نها کن آقا این عکس های اون درخت ها هستش، ما کاری نکردیم، اینا روند طبیعیش رو گذروندن و حالا اینطور شدن، به ما هیچ ربطی نداشتش. خب اینا خیلی تاثیرگذار هستش و میتونه جلوی توقف پروژه رو بگیره، ولی خب کار سختی هم هستش. تا جای امکان اگه بشه انجام داد خیلی خوبه. بعد که نیازها و انتظارات شناسایی شد، اونها رو اولویت بندی میکنیم، ببینیم کدام یکی از اینها مهمتر هستن. میتونیم برای هر کدام از میتونیم یه سری معیار در نظر بگیریم، ببینیم کدام یکی از نیازها این معیارها رو برآورده میکنن، یه میانگین وزنی بگیریم و بیایم امتیاز بدیم. خب موارد مختلفی هست، من خودم از این معیارها تو این پروژه کوچیک استفاده نکردم و یه امتیازی رو دادم. حالا با هم نگاه میکنیم و بر اساس اهمیت ذینفعی که اون رو اعلام کرده، اومدم امتیاز نهایی رو برآورده کردم و اولویت بندی کردم. خب اینم که ابتدای کار گفتیم، باید توجه داشت که شاید امکان برآورده ساختن تمامی نیازها وجود نداشته باشه. پس اولویت بندی میکنیم، اونها رو در میون میذاریم، میگیم آقا ما نمیتونیم بعضی از اینها رو انجام بدیم، آیا مورد قبول هست کسی که ذینفع هستی که قدرت زیاد داری و علاقه زیاد داری، آیا مورد قبولت هست؟ و خب اون اشخاصی که قدرت زیاد به خصوص دارن رو باید با
این موارد سازگار کنیم، که تو مدیریت محدوده وقتی که محدوده رو ایجاد میکنیم یعنی میگیم آقا نیازها داره برآورده میشه، اینا رو نمیتونیم برآورده کنیم، اوکی هست یا نیستش؟ خب بعد از اینکه حالا گفتیم تو محدوده پروژه، بعد از اینکه اونا رو اولویت بندی کردیم، باید بیاریمش توی محدوده پروژه، که اینو توی جلسه بعدی خواهیم دید که وقتی می‌خواستیم WBS رو بکشیم که میایم می‌بینیم که یه نگاهمون هم به نیازها هستش، یه نگاهمون هم کلا به پروژه هست. وقتی که داریم جلسه می‌ذاریم با افراد آگاه و مطلع از روند اجرای پروژه و اقلام قابل تحویلی که باید داده بشه به زینب، میایم نیازها رو هم تو اون در نظر می‌گیریم. بعد هم کنترل هستش، باید یک سری استراتژی ها و فرایند های کنترلی واسه اینکه تغییرات رو در مقدار تاثیر و قدرت هر یک از زینف آن بتونیم اندازه گیری کنیم، اون رو ایجاد بکنیم که بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم، که این هم اهمیت بسزایی داره و خب کار چالشی و سختی هستش که نزدیک مدیریت ریسکه. که وقتی دیدیم که توی کرمانشاه مدیر محیط زیست زینفی بود که هم قدرتشو داشت هم علاقهشو داشت و جایی رسید وقتی که به اون میدونه که درخت مهم توش بود رسید پروژه، میخواست اونو قطع بکنه، محیط زیست وارد عمل شد و گفت نه شما نمیتونین درخت رو قطع بکنین. خب از توجه شما سپاسگزارم. فقط قبل اینکه این فیلم رو تموم بکنیم، بیاییم با هم مثال رو هم ببینیم که یک مثال کوتاه زدیم و اومدیم اون رو جلو بردیم. خب این مثال رو من اینجا توی اکسل اجرا کردم. اومدیم خب یه اکسل رو تهیه کردیم واسه مدیریت کردن زینفان خودمون. توی این اکسلمون اطلاعات زینفان، اولویت زینفان، نیازهای اونها و اولویت بندی نیازها جدا شدن و هر یک تهیه شدن. حالا این کنترل و اونها رو دیگه چون طولانی میشد و یا شاید خیلی پیشرفته هم میشه، شما بزرگی خودتون ببخشین، اما کسانی که میخوان بیشتر مطالبه کنن میتونن به پی ام باک مراجعه کنن و خب با ریسورس هایی که قبلا بساتون اعلام کرده بودم و مدیریت زینفان رو دقیق تر مطالعه کنن. خب اینجا ما یه مثال کوچیک داریم، میخوایم یک پروژه‌ای رو که اجرای یک تحقیق هستش، شاید پایان نامه، افرادی که فوق لیسانس میخونن، کارشناسی ارشد میخونن یا دکترا میخونن، در انتهای دوره کارشناسی ارشد باید یک پایان نامه‌ای رو ارائه بدن. خب این پایان نامه به صورت یک پروژه هستش، اینجا میتونیم به عنوان یک پروژه تعریفش بکنیم و خب حالا شروع بکنیم بگیم ما پروژه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رو میخوایم ارائه بدیم و خب میخوایم اول از همه زینفعان خودمون رو مشخص بکنیم. خب من اینجا 10 تا زینف رو مشخص کردم که شما میتونین مشاهده کنین. حالا اطلاعات تماس اونا رو هم قرار دادم شما، واسه این که به نظر حالا بنده، حالا اینجا پروژه کوچیکتری بود و زمان بر بودش که من میخواستم انجام بدم، اما شما میتونین این فیلد ها رو بیشتر کنید. هر چقدر زینفان رو بهتر بشناسین بهتر میتونید اونا رو مدیریت کنید. اطلاعات تماسشون، سازمانی که با اون دارن کار میکنن، بعد خب جایگاه شغلیشون و حالا یه توضیح در مورد خود زینف، اصلا چه اخلاقی داره، اونایی که مهم هستن اخلاقیاتشون رو حتی بتونیم در نظر بگیریم و آیتم های دیگه. خب وقتی که آیتم های مربوط به زینفعان مشخص شدن، باید بیایم امتیاز بدیم بر اساس میزان نفوذ و میزان علاقه. خب من اینجا اومدم خودم این امتیازها رو دادم، چون پروژه کوچیک بود، فرض کردم من میخوام یه پایان نامه یا تحقیق رو انجام بدم، اومدم اینا رو بر اساس دانش خودم امتیاز بندی کردم. اما شما میتونین، خب ما تو یه پروژه بزرگ اینطور نیست که یه کارشناس مدیریت پروژه بیادش اینجا امتیاز بده خیلی خوب و خوش و خندان، نه، یکی از کاراش اینه که پرسشنامه در بیاره. پرسشنامه هم بر اساس این که یه سری سوالات و تو نوشته شده که بتونیم از اونا نتیجه بگیریم که آقا مقدار نفوذ شخصی به نام آمین کشاورزی چقدر هستش، یا میزان علاقه استاد ناظر بر تحقیق من چه مقدار هستش. این رو بین مدیران مختلف یا گروه مدیریت پروژه پخش کنیم و بگیم خب امتیازهای خودتون رو بر اساس حالا اطلاعی که داریم بدین، یا بیاین گروهی صحبت کنیم با همدیگه امتیاز رو به صورت گروهی بدین و خب حالا تو مورد پرسشنامه میانگین اونا رو اینجا قرار بدین.
حالا میانگین وزنی هم میتونه بده، مثلا مدیر پروژه داره یه حرفی میزنه و خب حالا کارشناس هم داره یک حرفی رو میزنه، کدوم وزن بیشتری داره؟ مدیر پروژه بر اساس دانش و تجربه که داره وزن بیشتری داره، پس میتونیم میانگین وزنی هم اینجا بگیریم. بعد که میانگین وزنی گرفتیم، خب امتیاز نهایی هم واسه جای مختلف کاربرد داره. همونطور که خاطرتون هست ما یه نموداری رو به این شکل باید تهیه میکردیم که از 4 ناحیه ایجاد شده بود. خب محور ایکس ما میزان علاقه، محور ایگرگ ما میزان نفوذ بودش. این فاصله حالا از 0 من اندازه گیری کردم، شما میتونید از 50 هم اندازه گیری. این از 0 تا مثلا آربین کشاورزی میشه قسمت ایکس به توان 2 به اضافه ایگرگ به توان 2 رادیکالش، که همه با اون آشنا هستین که فاصله مجذور فاصله هستش که به دست میاریم، که تو هندسه همه ما خوندیم. خب این طریق من امتیاز نهایی رو به دست آوردم و میتونم بر اساس این اولویت بندی کنم، مثلا این رو سورت کنم از زد تا ای، بعد میاد میگه مهمترین من چه اشخاصی هستن. حالا ردیف من به هم میخوره اینجا، زیاد شاید این کار جالب نباشه. مهمترین قسمتی که با هم صحبت کردیم اولویت بندی بر اساس این نمودار صورت میگیره که من محور X و Y دارم و خب اینجا میبینیم این اشخاص اجرا کننده پروژه من، استاد ناظر من، کسی که سرمایه این تحقیق رو داره میده. بعضی از تحقیقات انجام شده به خصوص رشته‌های فنی مکانیک و عمران و برق و اینا که کارهای عملی دارن انجام میدن، یا شیمی، اینا نیاز به سرمایه گذاری دارن و خب ما پروپوزالی که داشتیم میدادیم یا دارن میدن یا امکان سنجی که انجام میدن، میگن آقا ما اینقدر هزینه داره پروژمون، سرمایهش رو میدی؟ و خب میبینیم بعضی از پروژه ها توی شهرداری یا سازمانهای عمرانی یا حالا جای مختلف تحقیقاتی، مثلا شاید وزارت دفاع جایی باشه که واسه این کارهای پروژه سرمایه گذاری کنه، بگه آقا ما این پروژه ها لازم داریم. افرادی که دارین کارشناسی ارشد یا دکترا میخونین تو اروپا که خیلی این کارو واسه دکترا انجام میدن، بیاین روی این پروژه کار کنین، من سرمایه‌اش هم میدم. این سرمایه رو میده در اختیار استاد ناظر، اون میاد یه تیمی رو تشکیل میده، حالا یکی از اونها فردی هست که داره تحقیق انجام میده و بر اساس اون سرمایه مواد لازم رو تهیه میکنم و پروژه رو اجرا میکنم. پس ممکنه ما سرمایه گذار داشته باشیم. من بخاطر اینکه ذی‌نفعانم بیشتر بشه سعی کردم حالا تحقیقی که داریم انجام میدیم، پایان‌نامه‌ای که داریم انجام میدیم یه ذره بزرگتر از پایان‌نامه‌ای مثلا تحقیق کوچیک باشه که انجام میشه. خب پس ما سرمایه گذارمون هم واسمون اهمیت زیادی داره، مرکزی که داره تحقیق تو اون انجام میشه مهمه، مثلا خود دانشگاه مثلا یه مرکز تحقیق هست، جایی که داره اون تحقیق اجرا میشه اگه کار عملی باشه، مثلا توی شهرداری داره اجرا میشه، یه بتونی رو من دارم ایجاد میکنم واسه شهرداری که بتونه پل‌های آبی خوبی یا سدهای خوبی رو بسازه، بیشتر پل حالا میسازه، شهرداری قوی تری رو بسازه، پس جایی که داره تحقیق انجام میشه هم اون سایتمون اون جامون مهم هستش که داریم تحقیق میکنیم. اینا افرادی هستن که به دقت باید کنترل بشن. و خب من مثلا اگه دارم شیمی به خصوص انجام میدم، پروژه شیمی دارم، تحقیق شیمی دارم، یا آزمایشگاهی دارم، یا مثلا بتون دارم ایجاد میکنم، توی آزمایشگاهی دارم موادم رو آزمایش میکنم، شاید آزمایشگاه واسش اهمیت نداشته باشه که من دارم چی کار میکنم، تو چه تحقیقی، یعنی کلا رو بر تحقیق من زیاد علاقه خاصی نشون نده، اما واسش مهمه که شما قوانین اون آزمایشگاه رو رعایت کنین و اگر رعایت نکنین شما رو از آزمایشگاه میندازه بیرون و خب پروژهتون ناقص میشه یا باید دنبال آزمایشگاه دیگه بگردین. پس اینجا آزمایشگاه کسی هست که قدرت داره روی تحقیق ما. استادی که دارم دفاع میکنم در مقابل اون، همونطور که میدونین تو پایان نامه ها ما آخرش استادانی رو تعریف میکنیم که استادان دفاع ما هستن و ما میریم جلو اونا کار تحقیق خودمون رو دفاع میکنیم و خب اون اشخاص تو روند خود تحقیق تاثیر خاصی نداشتن، شاید مثلا من آخرین لحظه اونو فقط یا کلا یه بار ببینمش، اما کسی هستش که میتونه کلا پروژه من رو ببره زیر سوال و ردش کنه و خب تازه آخر پایان نامه من میبینم که به من صفر داده، که حالا امکانش کمه ولی یه موقع دیدین انجام شد دیگه، پس اینم یه زینت من هست. بعد افرادی که حالا هم نفوذ کمتری دارن و هم علاقه کمتری دارن بر اساس جایی که قرار میگن، کتابخونه جایی که من تحقیقم رو بذارم، استاد راهنما بعضی وقتا میرم باش صحبت و هم مشاوره میگیرم، که تو ایران
شاید خیلی ها اصلا استاد راهنماشون رو فقط انتخاب میکنن و اصلا هیچ استفاده از اون استاد راهنما نمیکنن و استاد راهنما هم هیچ کاری با اونا نداشته باشه. خب این درست نیستش. درسته که قدرت و نفوذی کمی داره، اما خب یه مقدار بعد با راهنما با یک دید دیگری از استاد ناظر هم صحبت کرد، در دانشش استفاده کرد و خب اون هم درگیر پروژه کردش. و گروه رشته تحصیلی من بر اساس تعریف اولویت ها، نیاز های گروه تحصیلی و موارد مختلفی که میدونین قدرت نفوذ خاص خودش رو داره. خب بعد از این قسمت که من اولویت بندی کردم نیاز ها زینف هامو، بعد نیاز های اونا رو شناسایی کنم. خب من اینجا اومدم مستقیم دیگه نیاز ها رو ردیف کردم، چون پروژه کوچیک بودش، با جلسه حالا میشه گذاشتش با استاد ناظر، ولی خب زیاد منطقی نیستش دیگه. همه اول من اومدم دیگه اینها رو تعریف کنم، اما وقتی که پروژه شما عملی تر و بزرگتر هستش، خب مثلا دارین یه دونه سد میسازین، دارین پل میسازین، دارین مونوریل درست میکنین، یه پروژه مونوریل هست، شاید شما حالا درست نکنین ولی خود تو تیم مدیریت پروژه هستین، کارشناسش هستین و شما رو گذاشتن واسه مدیریت زینفان و خب با گروهتون یا به صورت تنها باید جلسات مکرر بذارین، اونها رو پایش کنین، کوچیک کنین و به یک جمله برسین و حتی امکان قابل اندازه گیری باشه. مثلا اینکه من لازم دارم بفهمم که چجوری یک مسئله رو تعریف کنم، بعد اینو یاد بگیرم. حالا شاید جملهش خیلی دیگه کوچیک شده اینجا و قابل اندازه گیری هم نیستش، بعضی وقتا میگم خیلی چالشی از تعریف مسئله رو من چجوری میتونم بفهمم که آقای کشاورزی یاد گرفته، اینکه بتونه مسئله رو به خوبی تعریف کنه. از تو پایان نامش میتونم متوجه شم ولی معیار اندازه گیری واسش ندارم. اما ثبت مقاله چرا؟ مثلا من یکی از انتظاراتم اینه که از پایان نامه مقاله دارم و مقاله رو ثبت بکنم و خب اکسپتی ازش بگیرم. اینجا باید اکسپتی مقاله نوشته میشد و خب نمره پایان نامه من تاثیر میذاره. خب اینا رو ما لیست میکنیم، بعضی هاشون شاید تکراری باشه، مثلا مقاله واسه استاد ناظر هم خیلی اهمیت داره، حالا اینجا نوشته نشده ولی خب موارد تکراری وجود داره که ما اینها رو تو قسمت اولویت بندی و حذف موارد تکراری میتونیم به دست بیاریم. و خب اینجا دیگه موارد تکراری نداریم، اولویت بندی کردیم. اول از همه اولویت نیاز این که بتونیم امتیاز بالایی رو از پروژه بگیریم. یک سری معیارها باید قرار بدیم واسه خودمون که از لحاظ دانشی این پروژه بالا باشه، بر چه اساس مثلا تلاش زیاد میتونیم ما به امتیاز بالا برسیم. امتیاز بالا چیه؟ نمره بهترین شاخص تحقیق. نمره بالایی بگیرم یعنی امتیاز بالایی گرفتم، مدرکمو بتونم بگیرم، پایان نامه یا گزارش خوبی در بیارم، رتبه بالا در مرکز بگیریم. اینکه خب یه زینف مرکز تحقیقاتی داشتیم که اون دوست داره رتبه بالایی بگیره و خب تاثیرگذار هست، پس اینم یک نیازی هست که اون مرکز بتونه رتبه بالایی بگیره. مثلا جایی که عمرانی هستش، شاید اگر مثلا من یک دانشجو عمران باشم و تحقیقی که دارم انجام میدم حالا مدیریتی عمرانی باشه، زیاد واسه اون مرکز قابل پذیرش نباشه، به خاطر اینکه بگه آقا من میخوام توی جای عمرانی فیلد تخصصی عمرانی بگیرم، مثلا من صنایع خوندم میام یه مدل سازی رو میکنم که خیلی ریاضیاتی هست، خیلی قوی هست، خیلی خوبه، یه تیکه از مسئله عمرانم شاید توش اوورده باشم، اما اصل اون OR هستش، مدل سازی ریاضی هستش و خب خیلی رنگ بالایی توی عمران نداره ولی رنگ بالایی توی صنایع و ریاضیات داره. خب اینا رو اولویت بندی میکنیم و بر اساس این اولویتی که داریم توی جلسه بعد خواهیم دید محدوده پروژم رو میتونیم تعریف کنیم. واسه اولویت بندی اینا هم خب گفتیم، من هم اومدم اینا رو امتیاز دادم، میتونیم معیار تعریف کنیم، میتونیم پرسش نامه بذاریم، میتونیم کار گروهی داشته باشیم و طوفان مغزها بکنیم تا این امتیازها رو به دست بیاریم. امتیاز نهایی هم بر اساس ضرب مقدار وزنی که این زینف من داره، حالا این هم از امتیاز این نهایی زینف به دست اومده، ضرب داره این امتیاز که من دادم به یک نیاز یا انتظار تقسیم بر مجموع کل این وزنهای من، امتیاز نهایی من، که حالا ضرب داره 100 و اینا هم میتونیم بکنیم که بهتر بشه، ولی خب اینطوری من بین 0 و 1 در بردم اگه توجه کنیم. خب حالا اولویت ها شناسایی شدن، تو جلسات بعد انشالله با هم دیگه میایم و وارد WBS میشیم و مدیریت محدوده.
امیدوارم استفاده کافی رو کرده باشین. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار شما باشه.